گزارش معکوس برای آغاز پیکارهای انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده است. پیکارهایی که فرجامش ورود به ارگ خواهد بود. در این میان یکی از چهره هایی که برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری آستین بالا زده است، دکتر فرامرز تمناست. وی حکومت های 100 سال گذشته افغانستان را انتقاد می کند و می گوید که برای پیچیدن یک نسخه افغانی به درد افغانی به میدان آمده است. آقای تمنا، بسیار زیاد خوش آمدین. سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان ارجمند. تشکر. بگذارید با نقل قول از شما آغاز بکنیم. آمدن ما به معنای ورود یک روایت جدید از حکم روایی و منزوی ساختن دو روایت پیشین خواهد بود. یک، روایت شما از حکم روایی جدید چیست و کدام دو روایت پیشین را منزوی خواهید ساخت؟ در 100 سال گذشته ما دو روایت داشتیم که باعث شده که این دو روایت سکان سیاست در افغانستان به دست دو گروه بیفته. معمولاً این دو گروهی که در 100 سال گذشته بودند در ساختار سیاسی یا کسانی بودند که مشروعیت خود از دین و جهاد و مسائل داخلی افغانستان می‌گرفتند که بسیار تعدادشان اندک بوده، و روایت دیگر روایتی بوده که مشروعیت خود و حضور خود در ساختار قدرت از خارج از کشور می آورده و این نقطه وصل افغانستان به خارج یا آزادی بوده یا دموکراسی بوده یا حقوق زن بوده یا حقوق بشر. این دو روایت مسلط بوده در طول 100 سال گذشته، یعنی روایتی که ریشه در درون دارد و روایتی که ریشه در بیرون دارد، و ما میخواییم که نقطه وصل درون و برون و این روایت درونی و بومی از توسعه یافتگی و او روایت بیرونی و جهانی از توسعه یافتگی باشیم. یعنی تیم تدبیر و توسعه میخواهد که از یک سو به ارزش‌های اسلامی، فرهنگ افغانی و عنعنات و رسوم پسندیده مردم افغانستان پابند باشد، و از طرف دیگه میخواهی که نقطه وصل افغانستان به دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زن و سایر مظاهر مدرن در عصر جهانی شدن باشد. از این منظر ما او گپ بر بسیار خوب. مگر در 100 سال پسین چنین چیزی نبوده؟ یعنی ارج‌گذاری یا حرمت‌گذاری به ارزش‌های درونی مردم افغانستان از طرف حکومت‌ها نبوده؟ معمولاً هر روایتی که به قدرت رسیده کوشش کرده، چون مشروعیت خود از مو پایگاه میگرفته، بیشتر به مو پایگاه پاسخگو باشه. در 100 سال گذشته بیش از 93% زمان 100 سال گذشته، یعنی 93 سالش توسط حکومت‌های اداره شده که اینا مشروعیت خود از خارج از کشور می‌گرفتند. تنها 7 سال ما حکومت‌هایی داشتیم که از درون کشور مشروعیت کسب می‌کردند. او حکومت‌هایی که مشروعیت خود از بیرون می‌گرفتند و بر اساس زدوبندهای بیرونی بر زعامت افغانستان نشستند، پیش از و بیش از آن که به مردم افغانستان پاسخگو باشند و خود متعلق به درون افغانستان بدانند، خود متعلق به خارج از افغانستان میدانستند. لذا باعث شده که بیشتر سفیرای خارجی رو ببینند تا بیشتر مردم افغانستانه، بیشتر سفر خارجی داشته باشند تا بیشتر سفر ولایتی داشته باشند، و چیزی به نام مردم افغانستان، چیزی به نام توسعه بومی و چیزی به نام حل مشکلات واقعی مردم فراموش شده، و ما رفتیم به سمت کنفرانس های بین المللی، نشست های بین المللی و برجسته ساختن خود نزد کسانی که حضور ما به تبع حمایت از اونا بوده. و این داروی درد افغانستان نبود از دید شما؟ به هیچ صورت. ما 100 سال پیش در دیپلماسی فرهنگی خود اشتباه کردیم و فکر میکردیم که کوتاه کردن دامن زنان و برداشتن چادر از سر زنان میتونه که مشکلات افغانستان درمان بکنه. اگه او دیپلماسی فرهنگی اشتباه نمی بود، در طول این 100 سال به صورت تدریجی باعث قوام داعش و طالب در افغانستان نمی شد، و ما امروز روایت جدید و منحطی از افرادگرایی و دینگرایی را در افغانستان و در منطقه نمی داشتیم. آقای تمنا، شما در یک میدانی پا گذاشتین که بسیار دشوار است، رقابت با چهره هایی که کونکار هستند، سابقه طولانی دارند در سیاست و پایگاه های مردمی هم بدون شک دارند که تا فعلا در سیاست بودن. شما از چه جایگاهی در بین مردم برخوردار هستین؟ یک سخنرانی شما رو من دیدم، گفتین که ما رقیبی در بین 17 نامزد دیگر نداریم.
حضور پرقدمت در سیاست لزوماً یک پدیده مثبت نیست. یک نفر میتونه سالیان سال در ساختار سیاسی یک کشور باشه اما دیدگاه مثبتی نسبت به وجود نداشته باشه. اتفاقاً زعمایی که در افغانستان هستند و کسانی که قصد دارند که در انتخابات ریاست جمهوری بیایند به میدان، کسانی که سابقه حضور در ساختار سیاسی دارند، تجارب منفی هم نسبت به حضورشان وجود داره. لذا هر قدمت به معنای منفعت یا دید مثبت نیست. اتفاقاً من خوشحال هستم که کارنامه رقبای ما نزد مردم افغانستان بسیار روشن است. کارنامه رقبای ما به لحاظ سیاسی، دستاوردهایشان به لحاظ اقتصادی و جایگاهشان برای دستیابی به یک افغانستان توسعه یافته مشخص است. مردم می توانند به راحتی قضاوت بکنند. من 4 سوال اساسی را فراروی افغانستان می دانم. سوال اول مربوط به مسائل توسعه افغانستان است. سوال دوم مربوط به مسائل هویتی افغانستان است. سوال سوم مربوط به مسائل امنیتی افغانستان است و سوال چهارم مربوط به سیاست خارجی افغانستان است. هیچ کدام از این دوستانی که قبلا در سیاست حضور داشتند در افغانستان به این 4 سوال نه تنها که پاسخ درستی ندادند بلکه پاسخهای غلط دادند و قسمت عمده ای از این دوستان بخشی از مشکل افغانستان هستند نه بخشی از راه حل. بسیار خوب، پس 2 از این پاسخهای غلط در سیاست خارجی که عملی شده تا فعلا در گذشته و در بین نامزدها بگوین و 2 از سیاستهای غلط اینا را یا جوابهای غلط و نادرستشان در بخش توسعه که مثلا کدام 2 راه را در هر 2 حوزه اینا نادرست رفتن که شما میگین اشتباه بودن؟ بله، 2 راه نادرست در عرصه توسعه، یکی بیتوجهی به جوانان و ظرفیت‌های بومی بود و ما یک گرایش بسیار عمیقی در حکومت 19 سال گذشته و بیجه در 5 سال گذشته ایجاد شد به سمت جذب افغانهای 2 تابیته و ما افغانهای 1 تابیته، افغانستان، افغانهایی که درد و رنج این کشور چشیدند، افغانهایی که مشکلات این کشور دیدند و ظرفیت داشتند و توانمندی، ما اینا را نادیده گرفتیم. ایش اشتباه اول در عرصه مسائل توسعه بود، ولی اشتباه دوم در مسائل توسعه عدم توجه به پتانسیل های بومی برای رشد اقتصادی. ما زعفران داریم، ما لاجورد داریم، ما آب افغانستان داریم که مدیریت نشده و مسائل دیگری که اینا ظرفیت های بومی افغانی است که اینا به اینو توجه نشده و باعث شده که ماکان افغانستان یک کشور متکی به کمک های خارجی بماند. اگر ما در 19 سال گذشته سیاست های درستی برای مدیریت روندهای توسعه یافتگی افغانستان از منظر اقتصادی تعیین می‌کردیم، حال ما نباید که وابسته به خارج می‌بودیم. سومی هم میگم در عرصه توسعه، ما یک کشور در حال تجربه دموکراسی هستیم. در طول 19 سال گذشته امسال ما باید 19 ساله های دموکرات می داشتیم. یعنی سیستم آموزشی، سیستم فرهنگی و خانواده های افغانستان باید نسل جدیدی از شهروندان دموکرات و مسلمان تربیت می کرد. اما متاسفانه با این وضعیت فعلی هنوز ما برای برگزاری انتخابات به عنوان یک شاخص دموکراسی نیازمند کمک غربی ها هستیم. این نشان میده که ما حتی دموکراسی نتونستیم در کشور نهادینه بکنیم. در این صورت من فکر میکنم در بهترین وضعیت در 20 سال آینده اگه به همین صورت پیش بریم ما یک دموکراسی بدون دموکرات خواهیم داشت. بسیار خوب. 2 اشتباه در عرصه سیاست خارجی. ما تا حالا اشتباه اول نمیدانیم که جایگاه پاکستان در سیاست خارجی افغانستان در کجاست. در فرهنگ روابط بین الملل کشورها را شما در 3 فرهنگ میتونید مطالعه کنید، یا فرهنگ هابزیست مبتنی بر دشمنی، یا فرهنگ لاکیست مبتنی بر رقابت، یا فرهنگ کانتی مبتنی بر دوستی. آیا پاکستان دشمن ماست؟ آیا رقیب ماست؟ و یا دوست؟ که برتر از شما میپرسم که در حکومت شما سیاست خارجی ما کنش های سیاست خارجی ما باید مبتنی بر این 3 مسئله باشه. ما نمیدانیم. مسئله دوم در سیاست خارجی در قبال صلح است. هیچ گونه اجماع داخلی و صداقت در سطح ملی در میان نخبگان برای دستیابی به صلح وجود نداره. در حکومت شده که و این باعث شده که کشورهای خارجی با منافع متعارض در قضیه صلح افغانستان دخیل بشن و قضیه صلح به هیچگاه به زودی حل نمیشه. بدتر میپردازیم به صلح. بیاین خیال که پرداختین به سیاست خارجی در حکومت شما، پاکستان دوست میباشد، دشمن یا رقیب؟ سیاست خارجی مبتنی بر حماسه پیش نمیره. سیاست خارجی یک علم تخصصی است و بر اساس محاسبه پیش میره.
شاخص هایی که ما در حکومت خود مد نظر داریم بر اساس مؤلفه های سلبی و ایجابی یک کشور است. یعنی یک کشور از چی نقش منفی در افغانستان داره، چی نقش مثبت در افغانستان داره، در عرصه سیاست، اقتصاد، توسعه، فرهنگ، مسائل محیط زیست، حمایت و آموزش و سایر مسائل، یعنی دانش، قدرت، ثروت و پرستیژ. هر کشور متناسب با همی نقش خود در افغانستان یک نمره میگیره. هر کشوری که بیشترین نمره رو بگیره در سیاست خارجی ما به او بیشتر اهمیت داده میشه. سیاست خارجی مبتنی بر اولویت بندی ژئوپلیتیک باید باشه. یعنی شما هر کشور یک عددی داره، وزن داره. ما متاسفانه وزن کشورها رو نسنجیدیم. هنوز ما در سیاست خارجی خود نمیدانیم که ترکیه با ما مهمتر است یا بنگلادش. هنوز نمیدانیم که هند با ما مهمتر است یا تاجیکستان. و این باعث شده که سیاست خارجی یک نگاه سلیقه‌ای باشه و یک نگاه زودگذر باشه و بیشتر مبتنی بر حماسه باشه تا محاسبه. پس پاکستان... شما در حوزه سیاست خارجی از صفر آغاز خواهید کرد؟ از صفر باید آغاز بشود، به خاطر که هیچ چیزی یعنی هیچ راه سیاست خارجی ما نداریم، هیچ راه رفته مؤثر در سیاست خارجی وجود نداره، چون سیاست خارجی مبتنی بر سلیقه، مبتنی بر روزمرگی و روابط ما با جهان بیشتر تصادفی بوده. به عبارت ما سیاست خارجی در 19 سال گذشته بسیار کم داشتیم، بیشتر روابط خارجی بوده. شما در سیاست خارجی دید استراتژیک داری، در روابط خارجی دید کوتاه مدت. در سیاست خارجی شما بازیگر یا کنشگر هستی، در روابط خارجی یک کنشگر منفعل. اینها همه باعث میشه که ما باید سیاست خارجی را از نو شروع کنیم، چون از دید من سیاست خارجی در 19 سال گذشته در افغانستان متولد نشده. گفتین که حکومت شما یا دولت شما دولت توسعه محور خواهد بود و حکومت امنیت محور فعلی را شما عقب خواهید زد یا کنار خواهید گذاشت. بدون امنیت میشه بریم به طرف توسعه؟ از منظر متدولوژی بسیار اشتباه نخبگان ما بوده که فکر میکردن اگر امنیت تامین بشود توسعه اقتصادی به دست میآید. قسمت عمده ای از دلایل ناامنی در افغانستان بیکاری است، فقر، گرسنگی است. ما ناامنی را نتیجه وضعیت بد اقتصادی کشور میدانم، نه عامل وضعیت بد اقتصادی. ما جای علت و معلول اشتباه کردیم و به خاطر از این بوده که ما مطالعه نکردیم. من مطالعات داشتم درباره تروریسم نو و درباره تروریسم نو به این نتیجه رسیدم که مصاحبه های متعددم که داشتم 10% طالبان که بزرگترین گروه مخالف مسلح حکومت افغانستان است، اینا ایدئولوگ ها هستند، به خاطر ایدئولوژی می جنگند. 77% کسانی که در میان طالبان هستند و در صفوف مخالفین مسلح حکومت افغانستان هستند، اینا جنگاور هستند، جنگجو هستند و به خاطر پول می جنگند. 13% تبهکار هستند، گروه های جرمی هستند، قاچاقچی هستند و دزدا و اینا هستند که زیر چتر طالب فعالیت می کنند، اما با طالبان داد و ستدهای مالی دارند. 77% ما بین به خاطر پول می جنگند. ما باید تأمین معیشت و 77% انجام بدیم تا اونا علیه حکومت نجنگند. این بسیار اشتباه متدولوژیک و این میتونیم اشتباه سوم در مسائل توسعه‌ای حساب کنیم. اشتباهی که ما جای علت و معلول اشتباه گرفتیم. من تصور میکنم اگر مسائل توسعه‌ای، بیکاری، مشکلات فقر در جامعه و سایر مسائل مرتبط با معیشت مردم اگر حل بشه، اونا علاقمند به ستیز و جنگ علیه نظام سیاسی افغانستان. بسیار خوب. و این بسیار ساده هم نخواهد بود آقای تمنا. ما 19 سال سپری کردیم، حالا یا اشتباه گرفتیم جای علت و معلوله یا به هر دلیل دیگری، هنوز هم ما فقر داریم، بیکاری داریم، فرار مغزا از افغانستان هر روز وجود داره. چگونه میرسیم بهش؟ خب به خاطر که ما اشتباه کردیم، به خاطر که ما ظرفیت های خود همه بردیم به بخش امنیت. بله ما ظرفیت های خورده بردیم به سر نتیجه. زیر این دگ آتش روشن است. ما آمدیم میخواییم کمی آب جوش را آرام کنیم. خب برای آرام کردن جوشش آب شما باید آتش گل کنی. زیربنای اقتصادی جامعه، معیشت و بیکاری باید جور بشه تا دیگ ناامنی نشه. در عمل چگونه میشه که ما رسیدگی کنیم به این چالش؟ مثلا حکومت شما، فرض کنیم که شما پیروز شدین و حکومت شما روی کار است، این حال میخواین به بیکاری و فقر رسیدگی بکنیم. ببینید، پروژه های اقتصادی فراوانی وجود داره در افغانستان که آدم میتونه به او بپردازه. البته بخشش من نمیتونم بگویم به خاطر که هنوز کمپاین ها آغاز نشده. اما یک مسئله اساسی آب است.
آب به عنوان یک عنصر قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی افغانستان در منطقه محسوب میشه. بر اساس دانشگاه تحقیقی که در یک از دانشگاه‌های اروپایی پارسال انجام شد، ارزش آب شیرین افغانستان که سالانه به کشورهای همسایه میره 50 میلیارد دلار در سال است. 50 میلیارد دلار یعنی برابر 4 سال 200 میلیارد دلار به ما خارجی‌ها پول دادن در طول 19 سال گذشته در بخش‌های غیر امنیتی، یعنی برابر 4 سال درآمد آب افغانستان ما دریافت کردیم از خارجی‌ها. پس ما بله مفت میره و این نشان میده که ما کشور فقیری نیستیم و سایر منابع و معادنی که در افغانستان وجود داره. مسئله دوم بحث ایجاد کار است. بر اساس ظرفیت‌های بومی ما نیاز به ساخت و ساز داریم، نیاز به توسعه یافتگی در عرصه‌های ساختمانی داریم و نیروی کار فراوانی هم در این کشور داریم. طرحی که ما داریم برای بازگشتاندن زارعین به زمین‌هایشان است. شما در طول 6 ماه 450,000 زارعی که مزارع خود ترک کردن و به شهرها آمدند، اینها به کار خود برخواهند گشت به توسط مکانیزم‌های تشویقی که ما برای زارعین میتونیم داشته باشیم. و همچنین مذاکره به اون بخش حکومت افغانستان، بخش طالبان که اینها جنگ میکنن علیه حکومت افغانستان که اونها بیان به زندگی عادی بر بگردن. و مسئله بعدی مسئله اشتغال، یک سری اشتغال‌های زود هنگام است که شما میتونی زارع را زود به زمینش برگردانی، میتونی برخی مشاغل کوچک ایجاد بکنی. اما برخی از مشاغل، یک طرح که ما داریم طرح جاده سازی است که من جزئیاتش نمیگم، که جاده سازی در افغانستان به گونه‌ای میشه که حدود 4,300,000 نفر ظرف 2 سال به کار میفتن که تمام افغانستان بر اساس ظرفیت‌های خود افغانستان کار میشه. ما قیر نداریم، نفت هم نداریم، اما سرکای خود میخواییم که قیر درست کنیم. شما اگر سفر کرده باشیم به روم و سرکای درون روم دیده باشیم، ببینید همش سنگ کار شده. کشوری که بیش از 70% سنگه، شما باید از ظرفیت های بومی خود و از آنچه که داری بیاری برای ساخت ساز خود استفاده بکنی. مگر حکومت افغانستان باشم، واردات مواد ساختمانی از هر کشور دیگر به افغانستان منع میکنم، به خاطر که افغانستان همه چیز داره. سرکای افغانستان باید از سنگ ساخته بشه، سنگهای چهارتراش باید ساخته بشه، هر کسی که خانه آباد بکنه باید از سنگ بسازه و سنگ بشه عنصر ساختمانی، یعنی آنچه که ما در خانه خود داریم تبدیل بشه به ابزار معیشت مردمان ما در درون خانه. متاسفانه ما آنچه که نداریم همیشه از خارج با گفته شما یا با دستبندی که شما دارین 13% طالبا فکری می جنگن و به خاطر مفکرهای ایدئولوژیکی که دارن. خب بحث صلح میان میایه، باید اونا هم حداقل کار شوه که دست از جنگ بردارن تا درصدی طالبا تکمیل شوه و ما به طرف توسعه بریم. چی میکنید با کسایی که در رود صف استاده هستن؟ راهی که ما در قسمت صلح رفتیم کاملا اشتباه بوده. از بنیاد ما یک ناشنوایی بودیم که به دست ما یک ساز داده شده گفته کوک کنین شما. ناشنوا نمیتوانه یک ساز و یک گیتار و ناخودآگاه نواخته شده. بله ناخودآگاه نواخته شده. چند چیز به ما کمک میکنه برای که ما موفق باشیم در عرصه صلح. اول علم مطالعات صلح. امروز مطالعات صلح یک علم است در سطح جهان و مردم هر آنچه که میخوان مشکل دارن باید به علم راجع بکنن. ولی رئیس جمهوری فعلی اشرف غنی 100 و اگه من اشتباه نکنم بیش از 100 پیمان صلح مطالعه کرده آقای تمنا. چیزی که خودشان میگن، چیزی که خودشان میگن. من باور نمیکنم. یک پیمان صلح مطالعه کردن به معنای دانایی نسبت به صلح نیست. من به عنوان یک پژوهشگر صلح خدمت شما عرض میکنم، به عنوان یک کسی که در عرصه صلح مطالعه و تحقیق کرده و نوشته. مرحله اول صلح سازی است یا پیس میکینگ، مرحله دوم صلحبانی است یا حفاظت از صلح یا پیس کیپینگ است، مرحله سوم پیس بیلدینگ است یا اعمار صلح است. مرحله اول که صلح سازی 13 شرط داره. ما در حکومت افغانستان هیچ کدام از این شرایط تعیین نکردیم. یعنی 3 سطح صلح وجود داره: صلح سازی، صلحبانی و اعمار صلح. در 3 سطح میشه در صلح کار کرد، در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای و در سطح بین المللی با 3 گروه از طالبان: طالبان ایدئولوژ، طالبان جنگجو و طالبان تبهکار. شما این ستا رو باید کنار هم بگذاری و با هم بعدا بیایی نقشه صلح افغانستان بریزی. ما برای صلح سازی 13 شرط داره. یکی از شرطایش آتش بس است، یکی از شرطایش معلوم بودن خواستهای طرفین است، دیگه است که میانجی بیطرف وجود داشته باشه، مسئله زمان و مکان مصالحه است که چون مسئله افغانستان بعد داخلی کلانی داره حتما باید در درون افغانستان مطرح بشه. ولی یک دو سه تا از این شرط‌ها عملی شده، مثل خواستای طرف. بله میانجی بی‌طرف ما نداریم. میانجی بی‌طرف کشورهای منطقه اینا دارن کار میکنن. آمریکا بی‌طرف است. آمریکا، چین، مثل چین، ازبکستان اینا بی‌طرف نیستن؟ هیچ کدام از کشورهای بی‌طرف نیستند.
حداقل آلمان و امریکا 19 سال است که داخل بوده آلمان هم 19 سال است که با طالبان میجنگه در ولی چین و ازبکستان اینا چین بله چین فرق داره به خاطر که چین روابطش با پاکستان بسیار مهمتر است از روابط چین با افغانستان خب اولویتش پاکستان است بله اولویت چین پاکستان است این 13 پیش شرط که رعایت بشود شما در سطح ملی باید بیای به صلح بپردازی برگزاری کنفرانس مرتبطه با صلح در قطر در مسکو در تهران در پکن و در هر جای دنیا اشتباه محض است ورود هر بازیگر خارجی به مسائل صلح افغانستان به معنای پیچیده‌تر ساختن و تعویق پروسه صلح است هر بازیگری وقتی وارد میشه با یک سری منافع وارد یک بازی میشه قطر با یک سری منافع وارد صلح افغانستان شده امارات متحده عربی با یک خواسته روسیه ازبکستان یا هر کشور دیگه لذا اینا با خواسته های متعارض وارد میشن و این باعث میشه ما به صلح دست نیابیم شما گفتین مثلا که دوم شما که صلح سازی انجام شد 2-3 سال طول میکشه ای. بعدن وارد حفاظت از صلح میشی که همزمان اعمار صلح بسیار مشکل است یعنی برداشتن ریشه های ساختاری خشونت که شما معمولا 2 دهه طول میکشه و معمولا 20 سال 30 سال طول میکشه صلح میشه در نظام آموزشی میه اگه صلح مبنای هویتی داره بعد دیگه مشکل هویتی نداشته باشن شما وقتی تذکره الکترونیکی صادر میکنی و در او قومیت درج میکنی شما هیچ وقت ملت نمیشی شما میخوای کماکان در هویت های کوچک باقی بمانی و 20 سال بعد هم بعد از صلح حل نخواهد شد به خاطر که زمامداران افغانستان باورمند هنوز به هویت های کوچک و فروملی هستن و هنوز در خور و هنوز در حصار تنگ و تار قومیت و هویت های کوچک برمانده موضع شما در همین زمینه چی است آقای تمنا در مورد شناسنامه های برقی که جنجالی هم شد تا فعلا هم به گونه کامل پذیرفته نشده حتما باید شناسنامه برقی یا تذکره الکترونیکی باید صادر بشه ما باید هویت داشته باشیم اگه اون مثال می بود اگر تقلب انتخابات نمی بود به قدر ما مشکل نمی داشتیم برای جنجالش اما نقطه ایست که شما اما وقتی که شما میای یک انسان محدود میکنی یک افغان یک شهروند افغان محدود میکنی به که تو باید بگی تاجیک هستم پشتون هستم ازبک و هزاره یعنی دور شدن از ملت شدن یعنی که باورمندی به هویت های کوچک یکی یعنی پس فردا فرزند من با فرزند شما در داخل سرویس از مکتب که میان میشینن بگه من ازبک هستم و تو هزاره هستی ما فرق داریم با هم نقطه شکاف از اینجی آغاز میشه ما اگر میخوایم ملت بشیم و ریشه های ساختاری خشونت از افغانستان برداشته بشه ما باید کم کم از یاد مردم ببریم که شما به کدام قوم هستین و اونا رو بالا ببریم از هویت های قومی و فرو ملی به یک هویت ملی و هویت فراگیر بسیار خوب حالا که امیدواری ها در این روزا هم زیاد شده برای رفتن به طرف انتخابات اولویت حکومت است حداقل در درون بیاین در مورد مجریان انتخاباتی هم اندک گپ بزنیم و نگرانی هایی که مطرح میشه برای انتخابات شما بزرگترین رقیب تقلب میدانید و گفتین که اگر تقلب نباشد اگر کسی توان رویارویی را در پیکارها در میدان رقابت با شما نخواهد داشت چقدر اما با یک دل راحت یا حداقل با یک احساس راحت دارین میرین به طرف پیکارها بعد به طرف صندوقهای رای دهی واقعیتش بسیار راحت هستم و با قلب بسیار مطمئن به سمت انتخابات میرم ما 2 رقیب داریم یک رقیب دیگر هم اضافه شده قبلا یک رقیب میگفته بودم رقیب تقلب است رقیب دیگه دلار ما میخوایم که حضور فرامرز تمنا به عنوان یک کسی که ریشهش در همین خاک است و میوهش هم در همین خاک است حضور ما در انتخابات افغانستان ام جنگ دل و دلار باشه دیگرها دلارها خود بیارن و ما دل مردم خود داشته شما دل به دست بیارین ببینیم که می دل پیروز میشه یا دلار و من قبول دارم یقین دارم که دل پیروز میشه ما با دلی آرام به سمت انتخابات میرم و یقین دارم مردم به گونه رای میدن که مسئله ریاست جمهوری مسئله آینده یک کشور است سرنوشت 30 میلیون انسان است و با عقلانیت و درایت بیشتر مردم تصمیم میگیرند ولی هر وقتی که حرف از کمیسیون انتخابات میشه و حرف از مجریان انتخاباتی یا برگزار کننده های انتخابات میشه دل راحت پیش هر کسی که باشه کمی ناراحت میشه شما از اون طرف هم راحت هستین؟ کمیشنران کمیسیون انتخابات عوض شدن افراد جدیدی آمدن اما بدنه هنوز فاسد است هنوز افرادی حضور دارند در کمیسیون مستقل انتخابات که اینها بازماندگان و بانیان تقلب گوسفندی سال 2014 هستند او هنوز در بدنه وجود داره و متاسفانه با دخالت صریح حکومت افغانستان او بدنه را هنوز کمیشنران جدید نتوانستند که پس کنند از انتخابات و بزدایند او نگرانی وجود داره اما در سطح کمیشنران یک کمیشنرانی که آمدن یک صداقت و امانتداری نسبت به انتخابات وجود داره که ایمار کم امیدوار میسازه
که ما انتخابات با تقلب کمتری خواهیم داشت. یاد شما باشه تقلب در افغانستان سه قسمه. یکی پیش از انتخابات است که شما میخری رأی مردم را، پول برشان میدی و تطمیع و یا پاداش هرچی میشه. یکی در روز انتخابات است که تقلب یا صندوق ها پر میشه، اما تقلب اصلی تقلب بعد از انتخابات است. بله، در شمارش آرا، در شمارش آرا و وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر است. تقلب سوم نتایج انتخابات تغییر میده. دو تقلب اول اونقدر تاثیر نداره بر نتایج. انمون جی فکر میکنم کال تغییر اومده و افراد بهتری هستن و حداقل سرسپرده افراد نیستن که در افغانستان تخم تقلب بنیان. بسیار خوب، میخوایم در آخر بفهمیم که سه تا خط سرخ که شما پیش خود دارین در دو تا یا سه تا روند کلانی که افغانستان پیش رو داره، صلح و انتخابات، چی هست؟ در قسمت صلح خط سرخ اولی است که گفتگو باید بین افغان ها و در درون افغان ها ایجاد بشه. ما از لویجگه که منتج به پادشاهی احمدشاه عبدالی بود در سال 1747 تا کنون هیچ اجلاس مهم سرنوشت ساز مربوط به افغانستان در درون افغانستان برگزار نشده. در درون افغانستان و بین افغان ها برگزار بشود. در بحث صلح، بحث توسعه افغانستان باید اولویت باشد، نه مسائل امنیتی. یعنی طالبانی که میآیند باید بخشی از توسعه یافتگی نیروی توسعه یافتگی افغانستان تهیه کنند. و سوم بحث حقوق زنان هست. حقوق زنان خط سرخ توسعه یافتگی افغانستان است و این نباید آسیب ببینه و مسائل آموزشی. و بود بعدی شما انتخابات. طبیعی است که هیچ حکومت مبتنی بر تقلبی اگر روی کار بیایه مورد قبول ما نیست. مسئله دوم دخالت حکومت در نتایج انتخابات هست. این بسیار بحث مهمی است. و سوم قومی سازی این روند دموکراتیک در افغانستان است. ما نمیخوایم که دموکراسی به عنوان یک ارزش ملی ای به این نگاه قومی داده بشه. دکتر فرامرز تمنا، بسیار تشکر از حضورتان. خواهش ممنون. سلامت باشید. بخیر باشید.